عرض کردم خدمتتون مسابقه تراکتور سازی با سبای قم 2-2 مساوی داره دنبال میشه. حالا اگه فرصتی شد حتما بشه صحنه های گل رو به خصوص بین دو نیمه ببینن بینندگان محترم، شاید جذاب باشه و جالب توجه که تراکتور و سبا چگونه در قم 4 گل به همدیگه زدن. اینجا هم یه موقعیتی است تا شاید استقلال به گل برسه. فرصت برای یاران استقلال روی چارچوب دروازه تیم فوتبال سپاهان. موقعیت حساسی هم هست. 5 بازیکن استقلالی در محوطه جریمه هستند و حالا ضربه رو زندی باز هم مثل قبل کوتاه. حالا فرصت برای شیرزاد، ضربه توی دروازه، توی دروازه. یه گل قشنگ میزنه جواد شیرزاد. یادم نمیاد برای استقلال گل زده باشه، اما این گل رو خیلی قشنگ میزنه و یک بار ورزشگاه آزادی یک دست آبی پوش میشه و همه پرچم های طرفداران استقلال به اهتزاز در میاد. استقلال 1-0 از سپاهان جلو میفته. گرانچار مربی تیم فوتبال سپاهان حالا عصبانی و ناراحت از گلی که تیمش خورده. جواد شیرزاد مورد تشویق طرفداران تیم استقلال هم قرار میگیره. نگاه کنیم اشتباه مدافعان. فیدون زندی جوری زد مثل دفعه قبلش، این مار برای مدافعان سپاهان برگشت ناقصی دادن. نگاه کنیم توپ زیر پای شیرزاد افتاد و این ضربه پای چپ او محکم فقط تور دروازه بود که مانعش شد. نتیجه 1-0 برای استقلال. در نیمه اول هم 54% سپاهانی ها صاحب توپ بودن. الان در آغاز نیمه دوم فکر میکنم درصد مالکیت توپشون بیشتر هم شده. بازی مس سرچشمه با سایپا 0-0 مساوی تمام شده. یه فرصت برای سپاهان توی دروازه، توی دروازه. گل مساوی رو سید صالحی میزنه. گل مساوی رو بازیکنی میزنه که قبلا در تیم استقلال بازی میکرد. و اینجا نگاه کنید قوقایی است که طرفداران سپاهان در ورزشگاه به پا میکنن. خوشحاله سید مهدی سید صالحی و سید مهدی رحمتی. اینجا دروازش باز شده. طرفداران سپاهان با طوفان زرد آسیا سپاهان رو تشویق میکنه و مرزبان هم میاد چه طرفداری از بازیکن گلزن تیمش میکنه. نگاه کنیم کار عالی بازیکن سپاهان. دخالت محسن بنگر باعث میشه توپ دوباره از این طرف سانتر بشه و این ضربه سر تماشایی سید صالحی. مهدی رحمتی هم هر چه تلاش کرد به توپ نرسید. واقعا ضربه سر عالی زد. بله عرض کردم خدمتتون مثل سرچشمه کرمان هم در مقابل تیم سایپا بدون گل مساوی کرد. مجتبی جباری پشت توپه. دیروز مهتوی کیا با اون همه تجربه پنالتی خراب کرد، این بار جباری میزنه و خراب میشه. توپ میگیره توپ رو دروازه‌بان تیم سپاهان، میگیره توپ رو و حالا مجتبی جباری هم در زدن پنالتی ناکام میمونه. همچنان البته طرفداران استقلال بازی کنه با تکنیک خودشون رو تشویق میکنن تا روحیه او رو سر جاش برگردونن. رحمان احمدی خیلی خوب نگاه کنید در دو مرحله گرفت، توپم از خط اصلا رد نشد. جباری هم بعدن اومد خوب گرفت، اینجا تو این زاویه مشخص بود خیلی خوب گرفت. اصلا بلند شدن از اون طرف دوباره پریدن به این طرف واقعا حرکت